عده‌ای از افراد با ایمان مردانی بودند که به عهدی که با خدا بستند وفا کردند. عده‌ای از آنها کشته شدند و عده‌ای از آنها منتظر هستند و عهدی که بسته بودند عوض نکردند. تا خدا پاداش راستگویی افراد راستگو را بدهد و اگر خواست منافقین را عذاب کند یا توبه آنها را بپذیرد، چون خدا آمرزنده و مهربان است. خدا کافران را با تمام خشمی که داشتند برگرداند و به خیری نرسیدند. خدا مؤمنین را از جنگ بی‌نیاز کرد. خدا قوی و مقتدر می باشد. خداوند افرادی از اهل کتاب را که از مشرکین پشتیبانی کردند از قله‌هایشان پایین آورد و در دلشان وحشت ایجاد کرد، به طوری که عده‌ای از آنها را کشتید و عده‌ای را اسیر کردید و زمین و خانه و اموالشان و زمینی که در آن پا نگذاشته بودید به شما داد. خدا بر هر کاری تواناست. ای پیغمبر، به زنانت بگو اگر زندگی دنیا و زینت آن را می‌خواهید، بیایید تا شما را بهره‌مند سازم و شما را به خوبی طلاق دهم. و اگر خدا و پیغمبر و سرای آخرت را می‌خواهید، خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده کرده. ای زنان پیغمبر، هر کدام شما که کار زشت آشکاری بکند، عذاب او چند برابر می شود. این کار برای خدا آسان است. هر کدام شما که مطیع خدا و پیغمبرش باشد و کار درست بکند، پاداش او را دو برابر می دهیم و برای او روزی پرارزشی تهیه کرده ایم. ای زنان پیغمبر، شما مثل زنان دیگر نیستید. اگر از خدا می ترسید، در سخن گفتن با نرمی سخن نگویید، چون کسی که در دلش مرضی است به طمع می افتد. به طور شایسته حرف بزنید، در خانه هایتان قرار بگیرید و مانند زمان جاهلیت گذشته خودنمایی نکنید و نماز را به پا دارید و زکات بدهید و از خدا و پیغمبرش اطاعت کنید. خدا می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت از بین ببرد و شما را کاملا پاک کند و آیات خدا و حکمت را که در خانه شما خوانده می شود یاد کنید، چون خدا دقیق و آگاه است. مردان و زنان مسلمان با ایمان و مطیع خداوند و صادق و صبور و فروتن و زکات دهنده و روزگیر که عفت خود را حفظ و خدا را بسیار یاد می کنند، خدا برای آنها آمرزش و پاداش بزرگی آماده کرده. وقتی خدا و پیغمبرش دستور کاری را دادند، هیچ زن و مرد با ایمانی در مقابل دستور آنان از خود اختیاری ندارد.
هر کس از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند آشکارا گمراه شده است. وقتی را به یاد آور که به کسی که خدا به او لطف کرد و تو هم به او لطف کردی گفتی زنت را نگه دار و از خدا بترس، یعنی از نافرمانی و عذاب خداوند بترس، و چیزی را که خدا آشکار می کرد در دلت مخفی می کردی و از مردم می ترسیدی، در صورتی که حق این است که از خدا بترسی، یعنی از نافرمانی و عذاب خداوند بترسی. وقتی زید از همسرش کام گرفت و او را طلاق داد، ما او را به همسری تو درآوردیم تا در صورتی که پسر خواندگان مؤمنین از آنها کام گرفتند و آنها را طلاق دادند، اشکالی برای مؤمنین در ازدواج با آنان وجود نداشته باشد. فرمان خدا باید صورت می گرفت. اشکالی بر پیغمبر در چیزی که خدا برای او واجب کرده وجود ندارد. این سنت یعنی روش خداست که قبلا در ملل گذشته وجود داشته. فرمان خدا روی حسابی دقیق است. کسانی که پیام خدا را به مردم می رسانند و از خدا می ترسند، یعنی از نافرمانی و عذاب خداوند می ترسند و از هیچ کس جز خدا نمی ترسند، می دانند که خدا برای رسیدگی به حساب کافیست. محمد پدر هیچ کس از مردان شما نیست، ولی فرستاده خدا و خاتم پیغمبران است و خدا هر چیزی را می داند. ای افراد با ایمان، خدا را زیاد یاد کنید و صبح و شب او را به پاکی ستایش کنید. خدا و فرشتگانش بر شما درود می فرستند تا شما را از تاریکی درآورده و به روشنایی برسانند و خدا نسبت به مؤمنین مهربان است. روزی که او را ملاقات می کنند خوش آمدشان سلام است و خدا برای آنها پاداش ارجمندی آماده کرده. ای پیغمبر، ما تو را فرستادیم که به اذان خدا شاهد و مژده دهنده و بیم دهنده و دعوت کننده به سوی خدا و چراغ تابناکی باشی. به مؤمنین مژده بده که فضل بزرگی از طرف خدا دارند و از کافرین و منافقین اطاعت نکن و به آزارشان اهمیت نده و به خدا توکل کن. خدا برای رسیدگی به کارهایت کافی است.